سلام. 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 سپهره. خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از خودکست. ما متاسفانه فرزاد یه ذره مریض احوال، یه ذره کسالت داشت و ما با بچه ها صحبت کردیم، گفتیم که چه فرصت بهتری از این که بخوایم سپهر رو بیاریم و با سپهر هم کلام بشیم دوباره متاسفانه، و اومدیم و در خدمت شما هستیم. سلام. اینقدر میخواند سپهر خب زن بزنیم از فرزاد حالش هم بپرسیم. آره وسط اپیزود داشت فرزاد، ببخشید ما جای شما نشستیم. خواهش میکنم. تکیه بر جای بزرگان. در راستای کسایی که من ازشون اول اپیزود تشکر میکنم، همیشه آدم شکرگزاری. این هفته میخوام از حسین تشکر کنم. واقعا اگه نبود نمیشد. خیلی کارا رو داره هندل میکنه. اصلا میگم یه کارای انجام میشه که من اصلا دیگه بهش فکر نمیکنم دیگه. همه چیز یادش میمونه. یعنی مثلا من قراره اجاره بدم، آره مثلا میگه مثلا دو روز قبلش اجاره تو دادی مثلا، آره همه چی رو یادم میاد. دمت گرم. خلاص اگه نبودی نمیدونم تو این تازه حساب کتاب دارم میکنم. حسین الان برنامه‌اش چجوریه؟ یعنی اپلیکیشن قبول میکنه برای چی؟ یاداوری، ریمایندر، جاب های مشابه شغل. خیلی الان هزینه شون بالاست دیگه. های مینتیننس بعد از شما جان؟ بعد از شما هزینه‌شون نه کلا میدونید بله. دکترن دیگه بله. میدونی دکتری که بخواد تو ریمایند کنه خب خیلی بیشتر خیلی هزینه داره. با چه دقتی تو ریمایند آره. آره. حساب کتابم انجام میده، یعنی تو ذهنش یهو مثلا یه کلکولیشنی داریم میکنیم، میگه آقا این قیمت توتال مثلا ب... آره یه کاره با مثلا حالا من میرم بیرون یکی منو میبینه مثلا میخواد عکس بگیره، حسین اگه با اون باشه من به حسین لبخند میزنم، یعنی دندونام تمیزه حسین یه سر تکون میده. آره دیگه الان یه ذره سینک شدیم ما هم دیگه موقعی که دیشب داشتم ازش یه سوالی میپرسیدم. چی؟ من دیشب از سوالی که داشتم حسین میپرسیدم اصلا هیچیش راضی نبودم. دیشب کلا راضی نبودم ازت. چه سوالی میپرسیدم؟ راجع به پروسه مسواک زدن که دیدی مثلا شبا تنبلی میخوای بکنی مثلا مسواک نمیزنی بعد صبحش میزنی مثلا میخواستم بهش بگم آقا این تاثیر داره، حالا چه فرقی میکنه آدم شب نزنه صبح مسواک. خب بگو این سوال خیلی هست بگو. آره جواب حسین بر شما یادتون نیست؟ خیلی آره نه خیلی گفتش که ببین موقعی که غذا میخوری دهن تو اسیدی میشه. گفت موقعی که اسیدی میشه، موقعی که دندون داره خراب میشه. میگفتش که مثلا یه چیزی هم گفت جالبه، حالا خودش بعد بیاد یه بار مهمون خودکست بشه، ولی گفتش که موقعی که مثلا شیری میگن که بعد از غذا برید سری مسواک بزنی، میگفت این اشتباهه. میگفتش اتفاقا اون موقع دهن اسیدیه، تو بیشتر داری اسیدا رو میمالی روی دندونات. مثلا نیم ساعت 45 دقیقه بذارید بعدم، یعنی بذارید بگذره بعدم من اصلا طعم غذا خب حالا شب تا صبح هم میگفتش که خب نه اینکه تاثیر نشته باشه، تو به هر حال صبح مساک بزنی یه تاثیر داره، ولی اون موقع است که تو غذا رو خوردی و این اسیدها میمونه توی طول شب توی دهنت اگه نشوری آره خراب سرویس تقریبا بعد آره خلاصه اگر که صبح مسواک میزنید نه اینکه بی تاثیر باشه، کم تاثیر تره. زیادم نباید می حالا خودش بیاد ازش این سوالا رو میپرسه. آره یه بار احساس میکنم خیلی سوال احساس میکنم خیلی سودو ساینس وجود داره در مورد دندونا و اینا، یعنی ما خیلی نظریه دارم نظریاتو میجنگم کلا. مثلا یه سری چیزایی به ما هی میگفتن به واسطه اینکه ما رو بفرستن بریم مسواک بزنیم، به خاطر اینکه احساس میکنم دندون پزشکی گرونه دیگه توی همه جای دنیا. تو ایران هم مثلا به درآمد گرونه دیگه، درسته؟ یعنی یه ایران که خیلی گرونه همون، یعنی نه منظورم اینه که حالا کسایی که خارج از ایرانن میگن که ما میریم ایران مثلا دندون پزشکی، ولی اگه تو ایران تومن در بیاری بازم خیلی گرونه. آره فکر کنم برای همین و بکشی همه کاریو میکردن تو طول مثلا بچگی ما که ماها دندونامو خراب نشه. بابا یه مدت چون فلوراید ما تو سرمای زمستون تو سرما ببین این فلوراید ها، بذار من برای توضیح بدم که چه جوری ببین اصلا ببین این فلوراید رو چه جوری نگه می‌داشتن. آقا دبستانه این که من دارم میگم، دبستان معلم شهید بله در اکباتان. آقا این فکر کن یه حیات خیلی بزرگ داشت که این کلاس ها همه یه پنجره رو می حیاته داشتن، ولی این پنجره ها رو دیگه توری زده بودن به خاطر اینکه زندانه دیگه. آره آره.
و این فلورایدا رو روز اول مدرسه می اومدن روش برچسب می زدن اسم مرکزو می نوشتن، بعد اینا رو می ذاشتن تو جعبه کارتون می ذاشتن لب پنجره، یعنی این رایگان. کل سال داشت آفتاب می خورد اون جعبه پلاستیک، اون بودی اونجا استور میشد. آره آره. و ما رو هر هفته مثلا هفته یه بار یه تایم خاص صبح خروس خونه زرما ما رو ردیف میکردن جلوی چیز این آبخوری مدرسه که شما یه دقیقه بعد اینو قرقره کنیم. بذار من توضیح بدم. ببین این فلوراید تو کلاس بود پشت پنجره و این آفتاب خورده بود تورم. آره آره. اون تایم خاص شما میریختی تو درش، میریختی تو دهنت، اینو میبستی میذاشتی. آره. بعد از اونجا تا برسی حیات به آبخوری تو دهنت باید اینو قرقره میکرد. آره. بعد بچه‌ها نمیتونستن توف میکردن رو هم، یکی قورت میدادیم. آخ من مزه‌ش هم از اول سال تا آخر سال قاعدتا فرق میکرد، یعنی خیلی آره. متفاوت میشه. بعد اون الان اثبات شده مهم نیست ها، یا شاید نه. چرا الان میری دکتر میزنه برا ببین؟ نه شاید مهم باشه، ولی اونجوری که اینا استورش میکردن مطمئنا اون غلطه. آره اون غلط بود و زیادیش هم مثلا که خوب نیست، یعنی مثلا اینجوری هم باز هفته یه بار انجام بدید کار درستی نیست. آره. نه اینو تو از کجا میدونی؟ این هم یه سودوه دیگه. یه جا خوندم نمیتونی همینطوری بگی نه آخه دکترم که میری یه بار مثلا برات نه بگه مثلا هر 3-4 ماه یه بار مثلا ممکنه این کارو بکنه یا حتی دیرتر. هر دفعه بری این کارو، هر موقع بری کلینینگ این کارو میکنه؟ نه لزومن، ولی خب کلینیکو تو سالی بیشتر از سه باری که نمیری. آره ولی مسواک یعنی 4 ماه یه بار اونجا میری مثلا میگه مسواک هم بزن، ولی هر دفعه فقط همون جایی که مسواک نمیزنی. آقا من یه ایده دارم. اصلا دهان شیا رو هر شب نمیگه مثلا برو خونه فلوراید بزن. به من گفته بودم آقا من کار راحت کن. خب پس بستگی به شرایط، بستگی به کویتی و اینا داره که مقدار کویتی و آره آره شما. آقا من میگم 60 به بعد همه رو بکشیم ایمپلنت کن، یعنی خیلی خودمون رو اذیت نکنید. خیال خدا رو شکر حسین هم هست. آره ازش دارم آقا از اینجی به اونجی دارم. اینم گفتم، اینم بهتون میگم، اینم بدونید اگر که بخواین مثلا چند تا دندون رو ایمپلنت بکنید خیلی سخت داره تا اینکه بخواین همش رو ایمپلنت بکنید. خب. چون که برای همش ایمپلنت 4 تا چیز میزنن، جک میزنن، اینو میزنن توش، اون برای مثلا دونه دونه هر دونه رو باید بزنن، جک بزنن. آره جک. از حسین میخوام قیمت بگیرم، بگم چقدر میگیری همه رو بکشی ایمپلنت کنی روش هم یه لامینت یه سرامیک پرام بزنی، یه کامپوزیت هم بزنی، سپری ها با یه گریل طلایی مثلا تو سنشن. پس دیگه خیلی واجب شد که حضور آره. داشته باشیم. من برم سراغ سوال دومم. خیلی سوال عجیبه. این به هر حال بحث دو. چرا کباب کوبیده اینقدر بو میده؟ آقا ما کباب کوبیده 3 روز پیش خوردیم، خونمون هنوز بو میده. آره. هر کی میاد تو میگه چه کبابی خوردین؟ آقا ما 3 روز پیش خوردیم، تمومش دفع کردیم. ماشین گذاشتیم مثلا 1 ساعت 2 ساعت نمیره دیگه، کثافت میگیره. چه جوری من میتونم بوی کباب کوبیده رو تو خونم ببرم؟ مشکل تو فقط. نه خب من الان با این خب مشکل میگم در کل میگی نه واقعا خیلی زیاد و در رو باز بذاری. ببین 2 روز پنجره های خونم باز، خونه زمحریر، تمام برگای درختام داره میرزه از سرما، یعنی بیرون تو خیلی سردتر از بیرون شده الان، ولی این بونه میره حاجی. این مشکل ایران هم بود یا نه؟ ایران اینجوری بعد نه چرا ایران هم نه من یادم نمیاد. آخه میدونی چیه، ما ایران البته یادم وای ببین که بوی پیازشه اینجا. اوائل که ما اومده بودیم اینجا، خب من مدرسه میرفتم، های سکول میرفتم دیگه، بعد ما که اصلا با فرهنگ های سکول اینجا ما جبرانی و یا نمیدونم فکر کنم مکس امینیه جوک میکرد در مورد این که مثلا کباب کوبیده میبری مدرسه. آره، من واقعا میبردم و میذاشتی تو ماکروفر ببین بوی کثافت میگرفت کل مدرسه. من همه چی بردم از قرمه سبزی و قیمه و اونا خیلی گوش بهتره. نه آخه کسی به ما نگفته بود شعورتون برسه نیارید. میدونی واقعا یعنی آخه تو ایران که میبردیم چرا نبردیم؟ دارشم بوی خیلی بدی میده دیگه. قرمه سبزی و قیمه بوی بدی نمیده. حالا قرمه سبزی و قیمه ویردندی ویرد لوکینگ. آره ولی برای جایی که هنوز با قضاهایی دارن که خود درشو بذاری که دیگه بو نمیده میدونی. آره دیگه، ولی میخوای بخوری باید درشو برداری. برای بقیه شاید خوشایند نباشه. خب همینطور، یعنی
برعکسش هم اتفاق میفته. برعکسش بکنم خیلی کمتر من با هاتم درس پلنینگ بود، یه درسی بود که همه آره. چیزه میگفتن؟ نه نه این روز اینترنشنال دی بود، خب گفتن غذاهاتون رو بیاریم آره. با افتخار کوبیده ببرم، اینقدر آبرو ریزی همین اتفاقی که ایمان گفت آبرو ریزی اصلا من مشکی نخورد. نه اصلا همه اینجوری بودن که این بابا اونا میگن این همبرگر رو گذاشتین شما داریم با برنج میخورین، نمیشد دیگه با کسی حرف زد. آره بعد ببینی آخه بریشیه تو وارد یه فرهنگی شدی و داری سعی میکنی خودتو جا بدی تو این فرهنگ و این اصلا نمیذاره تو جا بشی، یه خود چاکوی در رو بکشی بیرون هم پشماشون میریزه دیگه، چون نه قیافه آنچنان اپیلینگی داره نسبت به چیزایی که خارجی ها دیدن. باز از قرمه سبزی بهتره قیافش. نه آخه بعضی هاشی دیدی توپل برد. آره ما قرمه سبزی همش سبزیجات و حبوبات خیلی قیافش برای خارجی ها زشته. حالا فکر مثلا برنج بر روش یه چیز سبز تیره اینجوری، آره اصلا قیافه جالبی نداره. من زیاد موافقم کوبیده به نظرم اوکی تره، چون با مفهوم کباب اینا آشنا آخه جدیدن آشنا شدن 2008 واقعا فکر میکنم اونقدر آشنا نبودن. غذایی که هندیا دارن چینیا دارن کره دارن. بعد حالا من بعدش که رفتم استرالیا دیدم اینو بیشتر باهاش آشنا شدم توی مدرسه‌مون، میگم توی مدرسه توی دانشگاهمون خیلی آسیایی داشتیم و اونا مثلا غذاشون رو می آوردن، من به این نتیجه رسیدم که نه غذا ما که اوکی مشکلی نداره. آره آقا حالا و طرز خوردن هم فرق میکنه. آره من یه دفعه به یکی تذکر دادم اخر جزء فکر کنم کالچرشون جزء کالچر ملچولوچ میکنه. من یه مدتی خیلی سوبر بودم، مامور بهداشت بودم مثلا یه مدتی اینجا خونه آقای کعبلیان. آها وزیر بهداشت. وزیر بهداشت معمولی. بعد دیفتیریه. آره اون چیز میکردم واقعا تذکر میدادم که آقا با دهن بسته با دهن باز اونطوری مدش مدش نکنید ببندید دهنتون. خشن بودیم آقا. یه چیزی حالا که صحبت غذا شد، اگر تو بپرسن یک هفته باید یه غذا بخوری، او من تا یک سال شدم داره یه دونه یه هفته یه غذا آقا میتونی انتخاب. یه هفته خیلی کمه، خاری نداره. یه ما حالا یک سال یه ماه حالا دیگه یه دونه غذا شما هر روز میارن این غذا رو به شما میدن و شما باید میل کنی، هیچ آپشن دیگه ای نداری. اون غذا چیه؟ نه یه دونه باید انتخاب کنی. من دارم، من هم سوشی اوکی هم فقط یه غذا. آخه ببین ورایتی داره دیگه، مثلا بگی که ولی لوبیا پلو هم باشی خیلی با ماست میتونی بزنی، با سالاد شیرازی میتونی بزنی. لوبیا پلو یه ما بخورید بدنت چی؟ همه چی داره دیگه، املاح از باشه. باید دوستش هم داشته باشی دیگه. نه ضعیفه، یعنی بدن ضعیف میشه. نه گوش داره، چنجه گوش میندازی. آها شما با چنجه با گوش چنجه ای؟ آره حاجی انقدی خوش شرخ کردش با گوشته. آخه دو مدل هست، یه هم با گوش شرخ کرده. آره من اونم دوست دارم، من اونم دوست دارم. من خودم با چرخ کرده درست میکنم. جدی میگی؟ آخی میخوام یه آقا چطور غذا چی؟ خودت چی میخوری؟ من ببین کباب مایتابه یه دوست دارم مثلا، یا زرشکلو و مرغ هم برم. آخی خودی غذا مرغ داره نیستم. نیستی؟ نه مرغ خوب اصلا احساس میکنم مرغ فیکه. آره بعد غذا میدونی چی به هم بر میخوره؟ غذاهایی که با گوشته ولی با مرغ درستش کنن. وای آره اصلا واقعا قارچ جایگزین کنن. ببین ببین واقعا به هم بر میخوره، یعنی با خانواده‌ام این مشکل رو دارم. ما داریم. مثلا برای چیز، برای خورش چقدر غذایی شد اپیزود، همه گرسنه داغون. برای خورشت کدو بادم جون اصلا خورشت کدو بادم جون با ماهیچه هست دیگه، اصلا غیر ماهیچه که نه. من نمیفهمم کسی که میخواد با مرغ اینو درست کنه به غیر از توهین به فرهنگ ایرانی چی داره دیگه. یا باقالی پلو با سینه مرغ درست میکنه. آقا کلاف اونو من نیست، خیلی بده. چاقو بزنن سر زانو خوشگه دیگه، تو نمیره. یه بار مدرسه بودی یکی از بچه سبزی پلو آورد با کوکو سبزی. سبزی پلو با چی؟ آره حجیب رو داشتن. خب من میزنم. ما داریم. خب چرا سبزی پلو با کوکو سبزی رو با هم میخوری؟ واقعا من آره آه یه مدت آه من میدونم چیزشی. شما مثلا این سری سبزی داره خراب میشه دیگه، گفتن هر جوری هست اینا رو بزن. غذای سبز، غذای سبز اون بده. آره آره سبزی. کوکو سبزی با نون سنگک و گوجه و اینا اون مفهوم جدایه، ولی این ارزگاه یه تاچه با ولی سبزی پلو با کوکو سبزی نمیشه. نه واقعا نمیشه. خب خودت چی میخوری؟ گفتی تو تمایی تو بگفتی گفتیم یه دونه دیگه.
یه غذای ساده ای که میخورید که مثلا بقیه پشماشو میرزه چیه؟ من خودم شروع کنم، برنج و ماست. من ببین، من میتونم تا عمر دارم برنج و ماست بخورم. برنج و ماست خیلی حال میده، خیلی گیلتی پلیجره اصلا، یه جور عجیبیه. برنج سفید خالی و ماست و ماست خالی موسیرینانه. نه آره منم اونو دوستم ولی میخورم ناراحتم. واقعا برای چی؟ خب شکم میاره جلو دیگه. پروتئین داره ماست. نه بابا اونجوری ها نیست، ماست پروتئین داره مثبته. اون غذاها رو من چیز میخورم با قولی پلو با ماهی چه جان؟ ساده داداش یم... نه نه بابا اون یمام اصلا به من فرق داره. هر روز کچاپ نکرد تو مگه گفتی؟ ببخش من موقع کردم 50% جا نمیشه. بفرمه با قولی با ماهی چه ساده. آقا یک ماه، آقا میخوایی یک ماه بکنی؟ نه 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 این غذا اولیه است که تو گفتی. جواب سوال من رو داریم. یه ماه و یک ماه آره خوبه، خوبه. گردنم خوبه. میگیرد گردن چربه. بعد مگه مثلا مگه ماهی چه چربیش کمتره؟ بعد زیاد چرب بخوری چیز میشی؟ چی میشی؟ کرخت میشی. جدی؟ زیاد چربی بخوری کرخت میشی؟ آره دیگه. دقت کردی یه خورده کرختیم ما؟ کرخت. کرخت. تو چی فرام؟ من استیک. استیک و سبزی. هر روز استیک کلافه. خیلی لکچه. بعدی حالا چندوشم جرداجی خیلی. ببین دیگه کپیتالیست باشی اینطوری لکچ میشی دیگه. استیکاشو تنها میخوره برا ما اولویه میاره بدون مرغ. غذاتم عوض شد. آه شما اصلا شاید به مرغ اعتقادی نداری چون تو اولویتون هم مرغ نبود. استیکو دیدی چی؟ اون ورژن شما بود. آره با سبزیجات. تو میکروفون صحبت کن. کوبی بیف با سبزی. یکم مش پوتیتو. اوه اگه من میدونستم قرار آپشن استیک بدون نیست با کباب. دستم باز بود دیگه. آره نه دست با... ببین آخه استیکم خاص یعنی بعدی آره خب من یه هفته رو امتحان کردم. یک ماه هیچ چیزی. یه هفته رو تجربه کردم. یه هفته هر روز استیک خوردی؟ آره. من اوایلی که ایرفرایر گرفته بودی آخ چه حالی میده. خدا وکیلی ایرفرایر میگیری. یه بیزینس دیگه داشت. زندگیتون عوض میشه. من بذارم باش. وضع توپ و هر روز استیک از خارج میاد. ببین ولی واقعا اینو بهت بگم، اینجا استیک بخوای بخوری از غذای بیرون ارزون تره. آره خیلی از بیرون چه گرون شده؟ یکم اذیته کلافه است مثلا. نظر من تو این پادکست از الفاظ رکیگی استفاده نکردم. آقا دیگه نمیتونم که گوشتی که بکشم دیگه قسم میخوام بخورم. آقا گوشتی آخه هی میگه بعد هر شبم آفر غذای بیرون میده. آقا من صبح تا شب بیرونم. خب من گوشتم میشه. خب چه کنم؟ از خونه ببر. از خونه ببر درست کن. آره نباید شب غذا درست کن صبح ببر. یه نمیشه صبح درست کن شب ببر. میبرم ولی خیلی چیزه. یک ساعتی رو باید بهش اختصاص بدی ستا برای غذا بیشتر دیگه. نه یه ساعت و نیم راحته. و نیم ساعت 40 دقیقه که داره میپزه دیگه اصلا بیشتر کمتر از این که برای تا بشوری بپزی جمع کنی یه هفته با داشتکارون بگردی. خب ببینیم قشنگ غذا دیدی سبز جا تو میذاره روغن زیتون نمک فلفل کنجد داره. آره حاجی هلسینجر چه خبر هفتهتون چطور بوده؟ سواساتون چطوره؟ ریلیز نگری سواسا یه بخوابونمش اینجا ریلیز کنم سواساشو جلو دوربی اونو برای اونلی فنزمونه. تو بهت میخوار سواس خیلی تنگی داشته باشه برای کلاس فرندا. بس میدونی اینایی که اینجوری رو به جلو را میرن اونا سواسشون خیلی تنگه تایت. تو هم یه ذره رو به جلوی دیگه. آره سپر دیدی چه جوری همه رو آنالیز سپر کلا رو به جلو دیگه. آره آدم رو به جلوی هست یه ذره. اینه که اینجوری سواس تنگی دارن ایشون که دیگه بزنی سواس رو سواس داشت سپر رو ریلیز کن نگران نباش بعد اینجا برات باز میکنن دیگه. هفته چطور بوده فرهاد؟ هفته شلوغ. هفته شلوغی بود و خیلی بد تموم شد. ای بابا چرا؟ بهتون گفتم دیگه. حالا بعد که حالا خدا رو شکر نگفتی؟ نگفتی با عکسش واسهتون فرستادم. آها گوشیم هم راه هوا. آها الان تکنولوژی پایینم. نه ولی خب از لحاظ عاطفی بالا این دیگه معنوی بالا. بله بله مادر بزرگ از ایران اومد. آها بسن داشت با شما میمونن؟ بله پیش شما میمونن؟ پیش پدر. پیش پدر مادرن. حالا خونه ما میان دیگه. خدا رو شکر فرزادون شومنه رو برداشت جا هست الان دیگه. خیلی
باز شما رفتین دیدین تایید میکنید کارو ما که میایم تایید کردین خیلی عالی شده تمیز کار کردن عالی یعنی میتونیم پروژه بعدی فیلمی که فرزاد اینجوری داره میزنه رو نداریم داریم قرار بود بفرسته نفرستاد آره. نه من دارم میتونم حالا بعدن نه برای خودمون فرستاد ولی برای وید چرا من ندیدم چرا تو گروه فرستاد آره اون یه تمام تو اون گروه سه نفره که من توش نیستم اسموس آپریتور نه بجز کارونه آره اون که بجز کارونه خودکست اینجا گندش دارم کدوم گروه هست صد درصد نه با واقعا تو همون گروه خودکست من ندیدم نه دیگه ادامه نده این بحث با کارون ما گروه ستایی داریم اونو که نه میدونی که داریم واقعا داریم قبلن آخه برای تولدا بود دیگه آره ما دیگه چند ساله الان این چهار رو گذاشتیم ما هم دیگه چهار سال میشه کنم آره ما یه سه چهار کووید بود فکر کنم سالی هست قبلش هی سوسشو میومدیم آره که ماها بر هم دیگه برای تولدا کادو نخریم همه رو راحت کردیم دیگه هیچ خیلی هم کانتروورشال بوده چرا میشنون اینطوریان که چطور کی؟ خیلی تصمیم دیگران ما خودمون خیلی خوشحالیم به دیگران هم ربطی نداره هزینه های ما رو نه اصلا حالا هزینه هست یه بحثی بود بالاخره مثلا حالا حداقل ما چهار نفر بودیم بعد سه نفر همینجوری هر سری باید درگیر می‌شدن سخت بود دیگه اون فکر این که چی بگیری بعد تلاش می‌خوای بکنی خاص برای برای دوستیاتون انقدر آره. تلاش بکنی خدا نمی‌کرد نکردی ولاگ ایمان آره از یه جایی به بعد ما نکردیم نه نه تلاش رو بکنید ولی اگر که احساس می‌کنید یه بردنیه یه باری رو دوشه بله آقا نه ما یه جور دیگه نشون میدیم کادو نیست آره واسه به کادو نیست نه کادو نیست تلاش بیشتر چی داری میگه؟ تو خود چه تلاشی کردی که به یکی دیگه تیکه میندازی؟ یه حالا یه کادو چیزی هم بگیرن چی؟ نمادین نمادین ولی آره یه مدتی که ماها از هم دیگه وسط کووید بود فکر کنم اوایل کووید آره برنامه‌تون برای کریسمس چیه؟ برنامه خاصی بله مسافرتی مثلا نه من که فقط کار هیچو نه من کمپی یه مدتش که تعطیلی دیگه همه تو آره، تعطیلی داری دو هفته آره. دو هفته تعطیلی کاری نمی ولی کار داری اینجا یعنی نه دیگه تعطیلیم هیچ جایی جایی هم نمیری فعلا برنامه نریخت خوبه دو هفته کار تعطیل بعد یه دو روز میریم یه جایی اطراف خیلی نزدیک ولی اونجوری برنامه سفر آخه مشکل کریسمس اینه که همه چیز خیلی غیر منطقیه چرا اولا که شلوغه بعد هزینه دیگه مثلا یه همه چی دو برابره حالت عادیه آره و آدم ها معمولا یا قبلش میرن مسافرت یا بعدش ولی خب امسال چون من سر داستان عمل مثلا یه سه هفته آف بودم بذار سخته آره قبلش بخوام آف بگیرم بیش از حد دیگه حالا میفته اون بر سال تو هم جایی نمیری به خانواده؟ نه فعلا هستیم تو جایی میری شهری؟ جان؟ تو جایی میری؟ من جایی من خودم هفته دیگه احتمالا یه بنف برم این جزء باکت لیستامه از 2008 آها اون دسام که گفتی میشه هفته بعد من فکر میکنم خیلی دیرتره نه دیگه میشه هفته دیگه نهم تا دوازدهم این باکت دوازدهم میشه یک شنبه میشه شنبه فکر سه شنبه آه سه شنبه دوازدهم میشه سه شنبه شنبه میرم تا سه شنبه اوه خب پس چی من که نمیتونم آره مسیر طولانیه دیگه برگشتش هم فکر کنم 11 ساعت هر طرف اوکی زیاد چیزی نیست 11 ساعت که برای ما که دیگه شوخیه دیگه آره من ایمان که ایمان البته من که رانندگی نکردم آمریکا شمالی خیلی حالت توی راه برگشت الی فکر کنم همه شما نشستم فکر میکنم آره از الی برگشتیم همه شما نشستم سربالاییه آره دیگه فکر آره دیگه اینجا میری پایین بعد دیگه میندازیم آره یه میگم این جزء باکت لیستام بوده از سال 2008 که میخواستم برم میگن که خیلی جاده زیبایی داره توی این فصل کلن این مشکل این فصل اینه که از ساعت 3 تاریک میشه دیگه یعنی من یه جوری باید برم که مثلا به تاریکی نخورم به تاریکی واقعا نخورم اگر میخورم مثلا از این بعد 4 و 5 صبح راه بیفتم یه مقدار خوبیشو تو روشنایی باشم چون میخوام ویدیو بگیرم بعد کمربندی بندازه بره وینتر تایر و اینا وینتر تایر گرفتم چین آره. هم میخواد چین فکر نکنم نه. نه من یه پیور وینتر گرفتم چین تهه
من تایرها رو نمیدونم چجوری کار میکنن، هر کی هرچی بهم میگه قبول. یعنی اون طرف تایر شاپه بهم میگفت دبل پیور وینتر من نشون. آره ببین، مثل اینکه مادن سنو داریم و پیور وینتر. آره آره, 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 آره. پیور وینتر وینتر تایر مادن سنو ام پلاس اس. آره اونا رو بهش میگن فور سیزن هم یا آل سیزن. آل سیزن بعد مثلا روش میزنه. حالا فور سیزن هم یه فرقی داره با آل، نه آل ودر و فور سیزن یا آل سیزن هم فرق خیلی دارم. معانی با هم. مادن سنو روی برف کار نمیکنه درست. برف آره. وحشت آره، من روش بودم اینجوریه. ببین در راستای کسی این که هیچ کس برف من گوش نمیده، من گفتم به خانواده که آقا برید وینتر تایر بگیرید، ولی رفتن مادن سنو گرفتن برای مزدا. اصلا ماشینا با مادن سنو مگه نمیاد اینجا؟ بله بله. و الان روی آسفالت بوکس و باد میکنه اون ماشین، چه برسه قدرت ماشین بالا خیلی اون تایر رو دوباره خورده شده دیگه، لاستیکات اون خیلی خورده شده سال پیش خریدن، یعنی آره لاستیکا خراب شده بود. من میخواستن که من پیشنهاد دادم که بری وینتر تایر بگیری. خب وینتر تایر کل فصل که نمیتونه رو ماشین. آره ولی گفتم که حداقل برای وینتر وینتر تایر رو بگیرید. من قسم میخورم به وینتر تایر. داستان وینتر تایر میدونیم ماهایی که تو کاناداییم باهاش آشنایی. آره. با بچه آمریکایی که صحبت میکنن اصلا اینجوریه چی؟ وینتر تایر؟ خب بستگی به جایی باشه که کجا زندگی میکنن دیگه. آره البته من با اپرنتلی این چیزی که من توی رادیو شنیدم که وینتر تایر توی دماهای پایین‌تر اصلا پرفورمنسش میره بالا، یعنی اصلا تو پرفورمنس وینتر تایر رو موقعی میگیری که زیر 7 درجه باشه هوا، یعنی بالای 7 درجه اصلا اون کوالیتی رو نداره، باران نرم میشه خودش رو شل میکنه. آره خلاصه ما الی با وینتر تایر رفتیم. آره ما الی با وینتر تایر رفتیم و واقعا هم چرا نیاز داشت بخاطر ما یه جاهایی نداد. نه دسامبر بود، همین حدودا بود دقیقاً. سال پیش 12 دسامبر اینا بود فکر کنم، دقیقاً همین حدودا بود. آره شیت یه سال گذشت، منم الان یه هیتم کرد دیم. آره ما رفتیم ولی برگشتن داشتم تا برف بود. آره برف اومدیم از ما از سیاتل برف خوردیم دیگه. آره از تو وسط واشنگتن برف بود. آره تو ونکوور که دیگه برف جدی بود، یعنی آره 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 مجبور شدیم دو سه جا راهمون رو عوض کنیم توی شهر ونکوور تا برسیم. خیلی برف من می‌خواستم با بچه برم. یادتی که آره ما اینجوری بود که ADHD تو نمیذاره تو ماشین بشینی، هی کیکی میکنه تو راه. ببین ما یه بازه های طولانی ایمان همینجوری میرون و ما سکوت مطلق ما یک کلمه با پشت ساعت رو بکنم. واقعا تو رانندگی نه واقعا ولی چهار ساعت داشتیم حرف نمیزدیم. نه من تو رانندگی همینجوری ها. اگه ولی یه نفر دیگه بود، ولی یه نفر اگه تو بودی مرگ برسته به سرت همه خورده شده. نه ولی باحاله که از کلا این هلتی، نه این هلتیه که تو بتونی تو ماشین ساکت باشی بشینی. آره آره این خیلی هلتیه، یعنی این که هی یه چیزی بهت ورود کنه که اون معلوم بایزی بگم نکنه مثلا آکوارد بشه. این ببین این اینو ما یاد بگیریم که سکوت آکوارد نیست، که عجیب نیست که بین دو نفر سکوت باشه. خیلی مهم. اصلا ما یه چیزی میگم، اگه سکوتی حس میکنید داره معذب کننده میشه، یه چیز دیگه خرابه. بله. یعنی دو نفر اگه آروم باشن کنار هم، آرامش داشته باشن، میتونن کنار هم ساکت بشینن. یه دقیقه بدون سکوت، یعنی با سکوت بریم. به موقعی که میخوایی تیکه بندازی اگه درست اداش نکنی ریدی اذیت میشی. آره آقا یه دونه آره این من خیلی اوکی بودم با این موضوع. آره باشه حالا ما میمدیم بعد نمیشد. نه آقا الان هنوز من اینو توی ویدیو اعلام میکنم، فردا نگید ما رو نبردید. نه اون من جا گرفتم، 5 نفر جا داره، فقط 2 نفریم ما که داریم میریم. شاید تو راه به تو آدم اضافه شد، امیدوارم که کسی تو راه به ما اضافه نشه. نه نه تو چرا نمیری؟ کار دیگه همون ویکند شلوغه متاسفانه. بعد چیزم هست زره دورم هست دیگه، 13 ساعت 11 ساعت. خب باحال ماشین میره، من نمیتونم سکوت کنم. نه حالا قرار نیست شاید همش سکوت باشه. آقا بگیم میخوابی. حتی چرا بوده که سکوت کنی توی جاده؟ من تا 10 دسامبر مگر اینکه 10 دسامبر را بیفتم برم. بوده که زبه جان 10 دسامبر را بیفتی بری، یعنی پارسال هم همین کارو داشت با آقا میکرد یادته؟ یه دور میخواد بلیت بگیره بیاد بیا برگشت با شما بیا. آره. تو بلیت بگی بیا کلگری برگشت با ما بیا. اتفاقا خوبه که اینجوری
آقا شما که یه روز دیگه تو راه، من که برام فرق نمیکنه هر کدت میخواد بکن، ولی من اسکیجول خودم دارم، نباشی میرم. آقا من چقدر شنیدم میشه خوب خرید کرد در کریر اینا. از چی؟ چی هم کلا خریده، حالا لباس وسایل، هم قیمتش خیلی پایین‌تره، هم تکسش پایین‌تره، 5% تکس. اما پس آدرسمو باش... بده من یه سری. با شرایطی که تو داری میری میتونی قشنگ اونجا بیاره پر کنی جنس برگردونی. آخه بعد پولش هم باشه برای پر کردن جنس. آره ولی تکس اونجا فقط جی اس سی میدن یعنی؟ آره دیگه. چرا که تشویق کنم برم ملت اونجا؟ واقعا میگی خب بریم اونجا. بعد قیمت های پایه جنس اینکام اینکام تکس هم پایین تره؟ بله. چنده؟ آلموست نگلیجبل حتما. آره خیلی خیلی واقعا من نمیدونم واقعا این داری میگی خیلی پایین تره. آره بعد قیمت خونه ها اینا رو ببینی که دیگه قیافه اصلا آره، نه نه آره میدونم ولی آخه لیوینگ کاندیشن زیاد فقط آب و هوا شه دیگه. آبا خوب اتفاقا اونجا. نه دلشم وقتی منفی 30 درجه شد اون موقع بهت میگم سوز می تو من و تو که نمیتونیم زندگی کنیم. عین گورگا بعد همو بغل کنیم. گورگا مگه همو بغل میکنن؟ پنگوئنا هم دیگه رو بغل میکنن. من بخوام همه کنار هم میکروفون سبه من بعید بسبه جان تو میکروفون تو رو قرآن میخوای واسهت بلند کنم آقا من بعد منم اینجوری به این حالت. آره دیگه چی دستش رو باید بلندتر بکنیم واسه دست شما درد دست میکروفونی خودت هم میتونی بکنی؟ وقتی که اومده میخواد سپه جان اینو ببین اینو ببین اینو ببین نگرانم واقعا دست نگران منی بس بکش 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 نمیخوام یهو وسطه دیگه الان ببخشید تو گفتی هفته خیلی سخت و طاقت فرسایی داشتی پر هزینه اذیت هزینه قرار رو دست تو چی کارون چیکار کردی اون روز تو من یکی از رفتم دوستای قدیمی رو دیده بودم پرسید خب چیکار می‌کنی مادر من یه ذره فکر کردم گفتم کار و فیزیو من الان فقط برنامه‌ام همینه کار فیزیو نمی‌دونم ما به اون بر بخوره ما چیکار داریم می‌کنیم نه بابا شما ایونت پادکستم زندگیتون نه خب پادکستی الان داریم نه بین پادکست رو میگه بین پادکست آره طول هفته غیر پادکست چیکار دیگه کار فیزیو که آره اوکی بریم ما ساعتمون آزاد داشی من همینجا تو درازت میکنم ساعت چطوری قدیم بیشتر نه مثلا ما یه سریال درست حسابی میدیدیم ما اصلا نمیتونم پا سریال بشینم دیدی برات چیز دوایر رو درست دوباره فرستادم نگاه کردی یوتیوب تکان خوب آره دو دو ویدیو جمع بله بله فقط نتونستم ریاکشن روش بزنم با سریال های خفن میدیدیم مثلا راجع سوپرانوس صحبت میکردیم دی وایر صحبت میکردیم سریال ایرانی قدیم سریال اتفاقا الان ایرانی الان سریال نیست کلا یه سریال تو گفتی کی با حال ایرانی آره. من دیدم دفتر یادداشت دفتر یادداشت مال یه قسمت یه اپیزودش رو دیدم من دو تاشو دیدم با حال اول بعد نبود حال ببینید من یه ذره شو شروع کردم جالبه اینا زدن تو کار سریال های سورئال ایرانی ها سریال های ایرانی یه دونه این دفتر یادداشت یادم اون که سپر گفته بود مگه تمام چند تا بهاره آره اون سوش ساعت خیلی باحاله یعنی سبکش جدیده حالا بعد حالا این دفتر یادداشت چیز دیگه حالا طنزه ولی با اینکه اینا دستشون بسته است یا مثلا یه شوخیای میکنه بابا چقدر اینا باهوشن که تونستن همچین مفهومی رو انقدر مثلا مؤدبانه منتقل کنن ولی تو هم بفهمی داره چی میگه و اینا آره من حال کردم باهاش آره من اون مال سریال سوری ساعت رو دوست داشتم آره سوری ساعت خودشون آره آره دوست داشتن آره اسم آقای صحت اومد اگر که میدونم آره الان ونکو الان نمیدونم همین کی بوده اون برنامه‌اش تو ونکو چرا ما اصلا نفهمیدیم ما میدونیم حسابی اینا چرا نگفتید به من بخواست سولدر ببین من رفتم بلیت بگیرم حتی اینجوری بود که میخواستم تعداد زیاد بگیرم چون میرسم خیلی همین آره ولی متاسفانه اصلا همش حتی من زنگم زدن گفتن نمیشه یعنی گفتی سپهرم نه گفتم آقا بلیت دو تا به دو تا سینما رو پله میشینی چند ما قبلش سولدر شد آره هم این وقتی میاد کیا میفهمن که ما نمیفهمیم ما موقع نه ولی خبرگزاریشون زیاد جالب نبود البته تو پیج خودش احتمالا گفته دیگه نمیشه آره احتمالاً بعد ولی خیلی باحال آره این برنامه چیز دیگه کتاب بازش و سروش ساعت آورد اینجا اجرا کرد که ماها آره اگر نه. میگم اسمشون اومد اگه دوست داشتن مهمونه اینجا براتون یه چهارپایه کوچیک میذاریم آقا میشه منم بیام نه یه خیلی
همه رو استک میکنیم بچه ها رو هم یه گیلتی پلیجر. نه ما کلن اصلا در حالی صحبت کردیم که موقعی که مهمون میاد خود چهار تا هم نیاز نداره باشیم، نمیاریم آره. بقید مهمون میاد بقید دکمه رو میزنیم میریم میریم والا چهار سی بیریه میشینیم دوره بنده خود اصلا نمیذاریم حرف بزن استفاده میکنیم دیگه، سوال میپرسیم استفاده اینجا میشینیم پشت میشینیم. شما میخوای استفاده کنی تو میکروفون تو کارت موسیقیه با موسیقی خدا بکی اینجوری میذاری همه رو میگیره سپر جان خب چیز هم بگم سریال بگو من کلی سریال خوب دارم که باید ببینم بگو ما هم ببینم ولی نه اصلا شروع هم نکنم ولی گیر دادم به زخم کاری ببین بازگشت هر اپیزودیش که آره دیگه دوش هر اپیزودش رو که میبینم کلافه میشه پاشم مثلا با چاقو بودم تو زمین خودم بعده آره. کسره رو نیستم بابا هیچ هیچیش رو نیستم ولی میبینم منم اپیزود آخر ندیدم آقا نه بعد واسه افراد دردی بده سی با حال بود سی تو سی رو دوست داشتی کلن سریال سی رو سی ببین فصل اولش جالبه فصل دومش دیگه چون بکنم کووید هم میشه فصل دومش البته نه اصلا اون مهم نیست الان هر چی بد میشه میگن کووده نمیدونم آقا کووید چرا مووان نمی کنیم ما از کووید چرا تموم نمیده چرا نیمده برگشت مریضیه دیگه سرما خورده هممون سرما میخوریم نه الان سوپلای شورتج و اینایی که وجود داره آقا ول کنید دیگه الان این سال گذشت تموم سریال شد سریال تبورم من دیدم ولی سیزن دومش قرار بود ساخته بشه نساختم ولی باحال بود تام هاردی بازی میکنه اونم تام هاردی تبور تام هاردی میتره کنه من نهیدم تام هاردی دیوونه است واسه خودش من آره ببین تام هاردی چیکار میکنه بازیگر جزو پرودوسر هم هستش بعد خیلی قشنگ بازی میکنه اصلا اکتینگ آجی نسخه سریال این نظیره ولی تو سوپرانو رو دوست داشتی نه سوپرانوز من خیلی شنیدم راجبش خوبه ولی نگرفت من بشین پاش اپیزود... چقدر دیدی؟ یه مثلا شاید 5 تا اپیزود اول دیدم من یه 5 تا خوبه دیگه ببین تو یک ساعت از این سریال نمیتونی بشین پاش ولی برکینگ بد یکه به آخه مدلاشون فرق داره ولی 50 دقیقه هر اپیزود سیزنش مثلا 10 تا 12 تا قسمت هایزنبرگ نه من خیلی عجیب دنبال سیزن 2 لاست اوف اس مثلا آره اونم گفتم به دیگه من اپیزود آخرشو ندیدم که با تو ببینم آره ببینیم کی ببینیم هر روزی که برات مناسبه من دوباره دوست دارم ببینم اینا فکر کنم به خاطر این اعتصابشون خیلی عقب افتاد همه چیز دوباره اعتصاب چی او اعتصاب نویسندگان و بازیگران توی هالیوود بعد AI بعد چه؟ آره آره یعنی همه پروژه هایی که قرار بود مثلا فلان موقع بیان مثلا یه سال الان دیرتر 6 ماه دیرتر آخه اینا هنوز فیلمینگشو شروع نکن قرار تو ونکوور باشه نویسنده هاش احتمالاً درست نشستن بنویسن و آره ونکوور هم فیلم خیزه آقا بریم این سری فیلم رو ببینیم سی رو هم میدونستی تو بی سی چیز کردن اصلش سی یه سریال هست که من دیدن آها سی آره سیزن یکی شو من دوست داشتم کلن کانسپتش قشنگ و جالب و جدیده این هست تو ونکوور هم فیلم برداری شده چی اسم یارو چی بود؟ نه جیسن مامو تو اون صحبت کن جیسن بیا وادادیم آن دیگه من اینجا صحبت من بدم به شما جیسن مموا توش بازی میکنه نه جیسن مموا توش بازی میکنه جالبه من دوستش داشتم ولی میگم بعد از فصل یک چه ذره دیگه سوبر میشه دیگه چند فصل 3 فصل فکر کنم 3 فصل هر فصلش 10 اپیزود 8 تا 10 بود 8 تا 10 هر اپیزود هم تموم میشه تو 3 فصل نیدم من تا آخرش واقعا یه اتفاقی بهتون بگم گفتین سی یه شب رفتیم بیرون با هم غذا اینا بخوریم یه پسر اومد از همون درخواست کمک کرد آره اینو اون سری رفتم مسیری ببریمش بگو باش یه ذره عدداش پایینه کی اومد از اون درخواست کمک کرد رفتیم بیلز اند وسلز بعد چی اوه کجا بیلز اند وسلز کی اومد گفتم سرش کجا رفتی گفت منو این دوتا کوچه رو ببری خب اصلا اینو گفتی چون اون شبم این سریال رو به من معرفی کردی تو اون کوچه که داشتیم راه می‌رفتیم بله خب آره من 3 هفته بعدش بذار من توضیح بدم ما یه دفعه ما رفته بودیم یه جا یه غذایی بخوریم یه جای وایساده بودیم تا از خیابون رد بشیم یه پسر سفید پوست مثلا فکر کنم 20 آره هیکلش از اون بزرگتر بود فکر کنم مثلا 25 6 سالش بود به من گفتش که آقا میشه منو تا دم خونم با من راه بیاین چند نفرن اونجا قبلا من تو این کوچه مثلا خفتم کردن میخوام دیگه خف نشه
ما مثلا 4 تا سیبیل افتادیم دو، بعد وسطاش به این فکر کردیم که نکنه این میخواد ما رو ببره ما رو خف کنه، جو گنده تر از من آماده همه چیز بودم، هر کی ما رو از دور میدید انگار اون موازه من تنها امیدی که داشتم این بود که حسین میتونه فرار کنه توی ما، مثلا ما چنده حسین سریعتره فرار اون، من آماده بودم هر اتفاقی بیفته داداش، من اوکی بودم چاقو هم بخورم، فقط میخواستم اتفاق بیفته، برای ساسپنسش زیاد بود دیگه. آقا ولم کن، من اصلا همون تو باعث می‌شدی من بیشتر نگران شم، اصلا این اومده بود دعوا را بندازه. آره فرار جلوی یارو داشت راه میرفت، بعد من فقط تنها بودم بود که اگه بلایی سر ما بیاد حسین در میره و میره کمک میاره، یعنی اینو من دیگه خیالم راحت بود تا حسین خب اونجای ونکور بخواد کمک بیاره. ما دو سه تا بابا دیگه تا رستورانو میدویده، دو تا داد میزد دیگه، همین میام فیلمتو میگیرم. اینم بهتون بگم و حالا بعدن تمام سوال میکنیم، تو بگو بقیه داستانشو. ما رسیدیم و آقا رفت خونه‌ش، هیچی مثلا ما دو بلاک باش راه رفتیم. آره یه سیبیلم اومده بود با یه اسکوتر مانندی چیزی بود، آره داشت اونجا میچرخید. آره نگاش من دو سه هفته بعد رفتم همون پسر رو دیدم، خب و اون پسر کماکان نگران بود. خب بنده خدا شاید واقعا و هی سعی کردم نمیخواستم برم بهش بگم کمک میخوایم، ولی هی با نگاه هم ولی از دور حسش رو فهمیدی. آره بنده خدا هنوز ترس میخوای اصلا از اون ساعت بریم اونجا اصلا دو تا عربده کشی کنیم تو محله توی چیز توی خدایا پلنینگ فکر کنم گرید تنمون بود که داشتن توضیح میدادن، میگفتن اگر که مثلا توی خیابون بهتون حمله شد یا مثلا میخواستن بهتون تجاوز بکنن یا هر چیزی، میگفت دادی که میزنید باید داد بزنید فایر، میگفت همه نسبت به فایر یه چیز یه ریاکشن مثبتی نشون میدن، یعنی میدونن سمت اونجا که کمک کنن. آره اینو معلممون میگفت، حالا نمیدونم چقدر دقیق میتونه باشه، آره. باشه به جای که مثلا داد بزنی مثلا هلپ پست آره یا هر چیز دیگه، میگفت داد بزنید و بگید آتش ایران دوست خیلی. ولی سوال من بگیرش ده. چرا پسر بگیر... زنی نزد به پلیس؟ چی؟ خب زنگ به سر زنگ بزنه به پلیس. وقتی پلیس پلیس هم کلا یه عد تنشنه ها، میدونی یعنی کلا. آقا من اینم بگم، من خیلی بچه بودم، خیلی بچه بودم که اومده بودیم کانادا، مثلا 15 16 سالم بود، ولی اوایل بود که اومده بودیم، یه دو سه نفر از بچهای مدرسه بودن زنگ میزدن با اینجا یه آپشن داره میتونی شماره تو هاید کنی موقعی که به نفر زنگ میزنی، موقعی که زنگ میزنی مثل نو کالر آی دی همه میتونن این کارو بکنن، و اگر بخوای بفهمی کیه خیلی سخته، باید زنگ میزنی پلیس و فلانی اف، و اینا زنگ میزدن تهدید میکردن که میام میزنیم میکشیمت فلانو تو رو تهدید میکردن. آره تو پای تلفن و بولی میشدیم دیگه دیگه واقعیتشو بگم، من زمان یه بارشو زنگ زدم پلیس و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، فقط خودم درگیر شدم چون زنگ زده بودن به مادر پدرمون و با اون زنگ زده میگفت مثلا شما یه همچین مشکل چرا به ما چیزی نمیگی، میدونی چی میگم، یعنی بیشتر آخه اونا هم اطلاعاتی ندارن دیگه، باید برن مدرک جمع کنه. نه اون میدونه کی به من زنگ زده، مگه نمیگی نو کالر آیدیه؟ پلیس که میفهمه که کی زنگ زده. خب همون احتمالاً یه چیز قانونی داره که آره بخوان دارن شماره اصلی یارو در بیارن. آخه میگم وقتی طرف زنگ زده مثلا تهدید به مرگ کرده احتمالاً باید برن باهاش صحبت کنن، ولی میگم از اون ور مثلا خانواده من اینطور بودن که تو چرا به ما نگفتی، اون آدی که زنگ زدن به پلیس دیگه، تو اینجا موارد شما میخواین چیکار کنین، اگه کسی بتونه کاری کنه پلیسه، ولی خب دوباره زدن توی پر ما. ولی دیگه اینجوری تو تا اول تهدید نه تو چه تو تا دلت به خودت این شد تهدید شدی. من تازه فقط تهدید به مرگ بود، یه تهدید به مرگ آخرشه دیگه. نه برایشون فرق برایشون مرگ اولشه تهدیدشه. اون داستان تعلیم رانندگی تو گفتی اینجا خیلی طولانیه، یعنی بعد اصلا یه روز اپیزود نیست اونقدر طولانی نیست، اونو بگو که متوجه بشن بچه ها داریم راجع به چه تایپ آدمی صحبت. شاید آماده نباشه الان. امیدوارم. خب بابا ساعت 9 شما برنامه گذاشت، من هنوز ویندوزم بالا نیومده. نه ولی نمیدونم. شما که در برو برو تعلیم رانندگی برو. آره. چقدرش مونده؟ اگه میتونی اونو ببینی که عالیه. نه نمیتونم. خب من ببینم. اگه کامفورتبل نیستید؟ نه اون میتونم تعریف کنم ولی نمیدونم بتونم جذاب تعریف کنم. آره الان احساس کنم تو اون شرایط نیست. آره ولی میخوام ببینم. بگو حالا بگو برای بچه‌ها. یا میتونیم بگیم آقا چیکار داری میکنی؟ عدد نمیزنه اصلا اینجا. اصلا نمیگیریم.
چرا داره میگیره ولی عدد نزده که چند دقیقه است. 45. شما دفعه چندامتون دارین خاطره رو میشنوید؟ من که دیگه داشتم. من که احساس میکنم دفعه دوم هم من احساس میکنم من توی اون خاطره هم تا یه حدی شخص سالس. یه دونه چیز بود داشتم یه داستان تعریف میکردم برای چند وقت پیش خیلی خندیدیم. چی بود؟ کدوم؟ من نمیدونم. هر شب طرف اومده بود در آفیسم رو باز کرده بود و اومد تو اونو بود داشتیم کلی میخندیدیم. نه یه چیز عجیب غریبی بود. یه چیزی بود آخه اتفاقای عجیب غریب خیلی میفته جدیدن، یعنی اصلا یه سری توی سری شرایطی ما قرار میگیریم که واقعا نباید، خیلی یعنی آننسسری و آکوارد. آره یعنی اصلا یه لحظه واقعا من ریست میکنم که من باید چی کار بکنم اونجا سکوته. آخه میدونی مشکل من حالا من اینطوری بگم، ببین من بعضی موقع واقعا دنبال دوربین میگردم که یه دوربینی یه جا هست، یعنی این شرایطی که به وجود اومده نمیتونه فقط برای من اتفاق بیفته. همین دیگه هم زندگی تو ایونتفوله. حالا مثلا از ایونتفول بودنش برات بگم، برای آرورا من برای کارت کریسمس برش خریدم، برش دو چرخ خریدم. باریک داری الان بهش؟ چی؟ نه هنوز بهش نه الان نشنه به اسپایل چی؟ آرورا بعید بدونم. زنگ زدم به خواهرم گفتم که آره، رفته بودم فیستم کردم، رفته بودم توی این دوچرخه فروشیه، بعد بهش گفتم که آره خب بچه هنوز دو سالش آره. میتونه دوچرخه هم بهش گفتم که ببین یه سری دوچرخه هست که پدال نداره، فقط پا آره، میزنن آره. زیاد دیده بودم آره، کیوته با حاله آره. اونا مثلا بود $200 خب؟ بعد من به خواهرم زنگ زدم که آره مثلا من فکر کنم میخوام اینو براش بگیرم و اینا، بعد گفتش که خواهرم گفتش که چیزه، خب چرا مثلا پدالدارشو نمیگیری؟ گفتم آخه اونا $500. بعد اینطوری که گفتش که بعد بحث عوض شد، گفت نه خب من جای تو باشم پدالدارشو میگیرم، چون مثلا یکی مثلا یه سال دیگه شاید اینو اوتگرو بکنه و فلان و اینا. آقا ما قطع کردیم و رفتیم پدالدارشو گرفتیم و بعد به زنگ زدم گفتم که آره مثلا هر موقع خواستی نوازش کنید من اینو گرفتم، 50% این پوله رو بهتون ریفان میدن که مثلا اگه اینو پس بدید که برم برای دوچرخه بزرگتر. پدال داره؟ آره پدال داره. موقعی که مثلا اوتگرو کرد اینو آره شما میتونید اینو بدین یه دوچرخه بزرگتر برش بگیرین. $250 تو این هنوز کردیت هست. با خواهرم توی بود که چرا چیز بنگرونی گرفتی؟ گفتم ببخشید دو دقیقه پیش ما مگه با هم صحبت نکردیم؟ بعد تو اینجور موارد من فکر کنم که من دیوونم دیگه. برگشتم یه نگاه به حسین کردم، حسین گفتم بهش دیگه، آره گفتی. من گفتم مگه به شما گفتم $500؟ گفت نه مگه من آدمیم که مثلا تو بگی چیز $200 میخرم میگه نه برو گرونتر رو بخر، تو گفتی 100. گفتم نه والا من گفتم 500. همون دیگه بعضی موقع من دیدم که خدایا این واقعا نه بعدم که خواهر ایمان بهش گفتم اونو بگی ایمان گوشه قد که باشه واقعا حسینم به من یه نگاه به حسین که حسینم یه نگاه من که گفتم دیگه بعد بگیرم دیگه وقتی دیگه اینقدر بلانتلی بتونه هیچ خواهرت دیگه آره به هم اونجا بعد اون بنده خدا مثلا 2 ساعت بعدش مثلا موقعی که فهمیده زنگ زده من عذاب وجدان دارم میگم خب الان دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه نمیشه نه دیگه دیگه حالا اینو اگه واقعا اونو میخواستن حالا دیگه قیمته دیگه آره به ما فرو رفت دیگه برای خوابش که نه برای آدم خوبی فرو رفت و دوچرخم برای خودم من خیلی دوست داشتم دوچرخه، یعنی من اولین دوچرخم رو یادم میاد دوچرخه کوچیک آبی داشتم، کلی هم باهاش عکس دارم، برای همین باحال بود برام. هست هنوز اون دوچرخه جایی؟ نه اهدا شد دیگه، راستش بخوای اول برای خواهرم بود، بعد اون اوتگرو کرد یه دوچرخه بزرگتر گرفت و من اونو گرفتم، بعد من اون اوتگرو کردم دوچرخه بعدی خواهرم گرفتم. میدونی همینطور بچه کوچیک‌تر باشی همینطور ریسایکل میشی دیگه you know؟ آره خلاصه داستان اینطوریه. نمیخواستی خاطره بفرمایید اگه دوست داری بگو یه ذره ببینم اگه دیدی خیلی بیمزه شد دیگه خودت کاتش. آره میلاد جان اگه دیدی بیمزه است کات میلاد. آره دیدی اصلا حال نکردی قشنگ کاتو بزن. آقا ما بعد از 2 سال که اومده بودیم اینجا من بچا شما با مانیتور کنین سپر رو من نمیشتم که در صحبت الان بهتره. نه من که نمیشتم میکروفون الان بهتره. هدستو دادی که خودت بفهمی. نه ولی مام آقا ما رفته بودیم ایران و برگشته بودیم یه مدتی بود خیلی حالم اصلا خوب نبود و هومسیک بودم و اصلا دیگه دیپرس داغون از ایران. نه مگه تازه نیومده بودیم؟ مگه این 2006 نیست؟ نه نه
این رفتم اومدیم بعد دوباره رفتم یه سر بعد برگشتم مثلا بعد از 6 سال آره رفت و برگشتی بود مثلا دو سال چی بود چرا میگی 6 سال چی شد 6 سال بعد از اینکه یعنی 2012 بوده آره تو 2012 که دیگه گواهینامه داشتیم من رفته نه بودم نه ببخشید من یادم نبود من احساس میکنم این خاطره الان وقتش نه نه نه. من بهتون میگم ببخشید اومده بودم این یکی از اون بعد از دو سال من رفتم ایران خب اینکه اولش گفتی آره آره بعد از دو سال رفت یه دفعه یادم نبود چون اصلا یه پیشم یه که اصلا کلا دیلیت آل شیفت دیلیت رفتم ایران و برگشتم و دیگه مثلا جت لگم بودم حالم خوب نبود ساعت مثلا 5 و 6 بود دیگه بیدار شدم و شروع کردم بعد گفتم برم یه گرم کنه بپوشم یه گرم کنه از این آدیداس های سه خطه لاتی خلاص اصلا ببین داغون بودم و یعنی دمپایی آره دمپایی هم پوشیدم حالا ما هم هیچ وقت دمپایی من اصلا دوست ندارم بپوشم دیگه همین دم دست بود و پوشیدم و رفتیم سر کوچه این مردم رو نگاه میکردیم دارن یه سری میرن سر کار یه سری میدوان یه سری میرن و میان بله یهو یه ماشین اومد جلوی من یه آقای خیلی محترم ولی خیلی چهره بامزه ای داشتن یهو من یه نگاه کرد از اینا هستین که بیا میکروفون بیا آره این هومل یوسف آره حالا بزن آره دمش گرم ولی خیلی آدم هستی به همه ما اون رانندگی یاد داد یعنی ما من پیش آقای یوسف کلاس رانندگی رفتم ولی اون موقع من شاگردشون نبودم که بخوام به من یاد بدن خب یه لبخند خیلی گرم میزدن این فیلم هوملون بود طرف دندون مثلا یه برق میزد دندون طلا آره بعد یه چشم یه سلامی اینا دست تکون دادم منم دست تکون دادم سلام علیکم حالا من وسط کوچه ایشون هم وسط خیابون به من اشاره کردن بیا بیا از دور اشاره کردن که بیا و تو هم رفتی من یه نگاه این ور کردم این نگاه پشتم کردم دیدم خب خدایا مثلا جز من نیست جز من جز من این فقط منه من سلام سلام حال شما خوبی این گوارو از شما درخواست کنم بشین کنارشون به عنوان شاگرد آره منم نه به عنوان راننده نه صندلی شاگرد صندلی شاگرد آره صندلی شاگرد در رو باز کردن و منم نشستم و سلام علیکم خوبی گوهرم من میخوام چند تا چیز به تو چهار تا حرکت بهت یاد بدم برای رانندگی که قشنگ اینا رو یاد بگیری یه سوال امتحان بدی تمام یعنی ایشون فقط ظاهر شما رو دیدن با شلوار آدیداس سس کن باید فن رانندگی بهتون یاد بده گوش بدید ببین اون که خب نمیدونست چیه تو که میدونست چیه داستان نه اتفاقا کسی که نمیدونست من بودم به من اشاره شده آقا با لبخند خیلی گرم پذیرا بودن آقا بیا بعد به من ایشون هر کی بهشون اشاره کنه با لبخند بگه بیا میاد رمزش پیدا نرن تو کامنت چیز بن آقا نرید بنویسید آقا بعد دیگه خلاصه بیا نگاه کرد به من گفت بشین و من نشستم و چهار تا حرکت زدن تو دنده ببین با حالا من دارم میگم که من چرا تو ماشین چرا راه افتاد اصلا یه اصلا من ایشون نمیشستم ایشون فکر نکنم منو بشناسه اصلا یه سلام علیکی چیزی شروع کردم به من رانندگی یاد دادن اینجا مثلا تو وی اینجا فور وی اینجا بعد راهنما بچی رفتیم و داشتیم که میرفتیم گفتم بله 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 من تو ذهنم داشتم میگم خودت چه اتفاقی میفته دوربینه کجاست یه لحظه گفتم شاید مثلا از این شرکتان که میخوان راننده آره تبلیغات یه گفتی خب از یاد بگیری بعد آقا تو این چی تو این زمینه که دارم عاشق یادگیری بعد تو این زمینه که داشتن توضیح میدادن یهو راهنما زد و بغلو بیا بشین آقا این دیگه مثلا 10 سالمه مثلا من 16 سالمه مثلا سن قانونی نیستم رانندگی کنم و اینا نشستم منم پول مگه اینجا 16 سن قانونی نیست برای رانندگی نه کمتر بودم فکر کنم یا همون بودا بودم آقا بعد دیگه من نشستم 2008 15 سالته دیگه من 2015 سالم بود همون بودا بودیم آره آقا تولد 16 سالگی من ال نداشتم یعنی مثلا برای ان داشتن یاد میدادن فکر کنم برای نیو درایو جهشی خونده بود دیگه منم گفتم عجب شرکتی ده اینقدر تبلیغات در این حد و ساعت داره قشنگ داره اصلا یه جلسه رانندگی میده اگه دوست داشتی مثلا باشی تزمینی گفتم تو دلت گفت اومدیم خارج خارج کانادا که میگن اینه اصلا همه چی مجانی تزمینی گواهینامه رو گرفتی اصلا همه چی رو بهت یاد میدن و اینو من نمیدونستم خوب آقا ما هم نشستیم و سپر جان اینجا برو این ور شروع کرد موبایل آقا زنگ زد آقا یوسف زنگ زد تو شوگر روندن ها من هم داشتم بلد بودی قبلا یا آره یه چیزی بود ولی اصلا ببین خیلی چیز بود من داشتم راننده هیچی هم حرف نزدم من داشتم راننده این سکوت آکوارد نبود آقا یوسف هم بغلمو اصلا از این سکوت آکوارد نبود خیلی داشت خیلی طبیعی بودم خیلی طبیعی ایشون داشت به من آموزش میداد من داشتم یاد میگرفتم
یا موبایل آقا یوسف شروع کرد زنگ زدن و زنگ زدن و ریجک ریجک. منم پرو گفتم آقا ریجک خب جواب بدین اوکی یا من اوکی آقا جواب بدین یا نگاه اسمشو کرد شما مگه آرش نیست؟ گفتم نه آرش نیست. یه لحظه بس آرش دوباره نگاه داشت نگاه میکرد گوشی اینا بود که بازم فلیفون گفت پس شما آرش نیستی دیگه پس چقدر خوب بیرونی برای آرش گفتم نه من سپرم سپر توی گوشی بده آرش مگه من با شما دیشب هماهنگ نکردم گفتم نه گفت شما اونجا پس چیکار میکردی گفتم من داشتم هوا میخورم دادم هوا خوری هوا خوری میکنه وای دوباره چرا اومدی گفتم خب شما اشاره کردی گفتی بیا بشین من مثلا من فکر کردم شما سوال دارین اومدم جواب سوالتون رو بدم اوامر شما رو من بعد یهو آره. به من بعد یهو به من اینجوری کردن که خب من الان باید چیکار کنم گفتم من همینجا بیام خیلی دور شده بودی از خونه نه ببین مثلا ما وسوی بودیم من کارسون مثلا زمه ماهون پارک پیاده شدم که اونجا رو میون بر من بلد بودم بزنم برم سری ولی ترسیدم گفتم من الان میگه بیا 70 80 خب در نهایت آرش هم محل شما بوده دیگه آقا الان اینو بگم دو روز بعد سه روز بعد من فهمیدم آرش کیه که تو اون خونهشون سر کوچه بوده از قضا این دیر اومده بوده دست و دوفی اما مثلا قرار بوده مثلا یه رو دیتر اومده من زودتر اونجا بودم اشتباهی آقا فکر کنم من آرشم به من هم گفتم مرد هزار چهره سلام و رفت سوار شد سوار رانندگی بعدش هم نیمده آخه یعنی نه خوبم پرفورم کردی یعنی برای هم یاد گرفتی اونجا احساس میکنم آره خیلی خوب بود دست آقا یوسف درد نکنه ولی ایشالله حالا و بعد این باعث استارت رابطه شما آقا یوسف شد نه ببین نه تو اصلا آقا روم نمیشه من اصلا با بچه جوری میگی بعد نه من خود یه کلاس دوای آموزشگاه رانندگی داشت همه کسایی که من تو نورث فن میشناسم پیش ایشون رفتم و ایشون جز آدمایی بود که خدا رو شکر همه رو هم میشناخت یعنی تو ماشین ایشون موقعی که میشناسی یه آدم شناسی هم داشتی فلانی ایشون این به جز آرش من که شانسی که به جز آرش همه رو میشناخت آرش دیگه من یه شانسی که آوردم تازه اومده بودم ما رو نمیشناخت بعد ما توی سنی هم بودیم داشت قیافمو تغییر میکرد خلاصه اصلا تو ذهنش فکر کنم تو ذهن تو بعدن رفتی با همون کلاس گرفتی نه من ولی من همون نیم ساعت بنده خدا به من تو 4 تا حرکت قرار بود همه چی رو یاد بده یاد داد دیگه ایشون همونطوری گواناشو گرفته دیگه برو بس آره خیلی عالیه از اتفاقات زیاد داره این اگه فکر میکنید فقط همین یه بار بوده اینه که ببین ما میتونیم هر هفته سپر رو بیاریم با یه خاطره آره. جدید و یه ذره آکواردتر آتومالو اون که داشتم تحریف میکردم خیلی یادم چیز نیست با تو داشتیم میخندیدیم اون که اورنجش شکوندیه اون نه اون قابل پخش نیست اصلا من جلو شما مونا اشتباه کردم من راستش فکرم اون رو میخواد بگه نه واسه هم گفتم نه ولش کنیم من اینو دیدی ماها بازم خندیدی با اینکه میدونستیم خاطر ما که جورم دیگه داریم نه گفتم ما بهت فشار نهاریم نه نه اون که نمیگم اونا فشارم بیاری نمیگم زیر شکنجه هم نگو زیر شکنجه آره ولی اینم از اپیزود امروزمون آره این هفته موضوع نداشتیم این موضوع تو این بود و واقعا درخواست میشه داستان خیلی و واقعا از استارت این سیزن خیلی درخواست زیاد بود آره از اپیزود از در واقع سیزن قبلی هم زیاد میشینیم که سپر برگرده سپر رو دوست داشتن شنونده ها ما هم سپر رو دوست داریم فقط سپر یه ذره میبینی های ریسکه دیگه یعنی آره دیگه 50-50 میبینی من دستم اینجاست یعنی هر لحظه من اینجا رو با نه یعنی این دست ایمان میاد یعنی ادامه نده شات داون قضیه داری حرف اشتباه میزنی آره داری حرف اشتباه میزنی جونم براتون میگه که هفته دیگه من را چه بخواییم شنبه شو من نیستم روزای ضبطمون حالا ما یا میتونیم یه ذره زودتر یه ذره دیرتر آره دیگه دارم میرم متاسفانه میتونیم ضبط بکنیم و حالا توی طول هفته پخشش بکنیم دم همه کسایی که اپیزودا رو میبینن گرم کلی کامنت جالب گرفتیم توی مدت خیلی ها خوشحال بودن از اینکه خودکست برگشته خیلی جا تو اینستاگرام تگمون کردن خیلی لطف داشتن خیلی ها در مورد اسپاتیفای رپتشون رو برای ما گذاشتن آره که خودکست گوش شده بودن
همه لطف دارم. آره دمتون گرم، امیدواریم که بذار اینطوری ببندمش بذار. یه تعریف یه لحظه. امیدوارم که لایق این همه مهر و محبت شما باشیم. تا هفته دیگه فعلا خداحافظ. یه موزیک پایانی هم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ گفتم. دمتون گرم، خداحافظ. فرزادم نیست، زن زندگی آزادی.